مخالفان محمد مرسی در مصر امروز می‌خواهند تاریخ بسازند. در قاهره و شهرهای بزرگ کشور به خیابان‌ها آمدند که بگویند مرسی باید برود. امروز در اولین سالگرد انتخاب او به عنوان رئیس جمهور مصر، اینجا روشن است که او نتوانسته به مصر وحدت بدهد. ما او را انتخاب کردیم که برای ما امنیت بیاره، وضع خورد و خوراک ما رو درست کنه، وضع برق رو، بنزین رو، چیزهای اولیه رو. اما بعد از یک سال در حکومت و چند سال انقلاب، او چیزی برای ما نیاورده، کاری نکرده. به همین دلیل بعد او رو کنار بگذاریم و کل اخوان المسلمین رو باید کنار بگذاریم، نه فقط مرسی رو. این تصاویر محمد مرسی یک سال پیش در چنین روزی در اولین سخنانش به عنوان رئیس جمهوری که قول داد رئیس جمهور همه مصری ها باشد. مخالفان او امروز میگویند او در نهایت رئیس جمهوری طرفداران اخوان المسلمین بوده، آن هم با وضع اقتصادی کشور رئیس جمهوری بی کفایت. ما میخواییم زندگی بهتری داشته باشیم، دموکراسی بیشتری داشته باشیم، نه اخوان المسلمین بیشتر. مرسی نتونسته ما رو متقاعد کنه، ما تو خیابونها میمونیم تا اون بره. بسیاری از مخالفان از دیشب به استقبال امروز رفتن، کسانی که در میدان تحریر جمع شدند، این میدانی که حالا در تاریخ این کشور حتی در دنیا نشان قیام و انقلاب است و جشن آینده‌ای بهتر. تظاهرکنندگان امروز قرار است به سمت کاخ ریاست جمهوری راهپیمایی کنند که در نزدیکی آن این طرفداران آقای مرسی جمع شدند با چوب و چماق و چاقو. نگرانی اینجاست که تظاهرات امروز به خونریزی کشیده شود. نقطه آغاز سراشیبی یک جنگ داخلی. تظاهرات امروز آروم و صلح‌آمیز خواهد بود. سعی می‌کنیم مشکلی پیش نیاد. اما اگر مخالفای مرسی به ما حمله کنن، ما هم با اونا درگیر میشیم. ارتش میگوید اگر تظاهرات خیابانی به خونریزی کشیده شود، مداخله خواهد کرد. آنچه که امروز در خیابان‌های شهرهای مصر می‌گذرد، ممکن است آینده کشور را تعیین کند. کسرانجی بی بی سی.